خبرهای تحولات قیام مردم سوریه. تلویزیون الجزیره گزارش داد رزمندگان ارتش آزادی سوریه بعد از به کنترل درآوردن شهر مورک و جاده مواصلاتی آن در حومه هما به مرکز نظامیان اسد در اطراف این شهر تهاجم کردند. انقلابیون سوری در این عملیات با پای درآوردن تعداد زیادی از نیروهای دشمن خسارات زیادی به آنها وارد کردند. از سوی دیگر به گزارش مرکز اطلاع رسانی هما، هواپیماهای جنگی رژیم سوریه در یک خطا در بمباران محل تجمع نظامیان اسد را در اطراف شهر مورک بمباران کردند که در نتیجه آن ده‌ها تن از آنها کشته و زخمی شدند. رزمندگان ارتش آزادی سوریه در اطراف شهر یبرود با شبه نظامیان مزدور بدر عراق و نیروهای حزب شیطان درگیر شدند و بیش از 40 تن از آنها را به هلاکت رسانده و یک تانک و یک شلیکای دشمن را منهدم کردند. انقلابیون سوری همچنین یکی از فرماندهان لشکر چهارم گارد ریاست جمهوری اسد را به هلاکت رساندند. بمباران جنایتکاران شهرها و مناطق مسکونی سوریه توسط نظامیان اسد امروز نیز به شدت ادامه داشت و شهرهای یبرود، حلب، درعا، حمص، دمشق و حومه آن بمباران و گلوله باران شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اسد مناطق مسکونی شهرک نعیمه در استان درعا را بیش از 10 بار هدف قرار دادند که بر اثر آن ده‌ها تن از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر آمریکا از طریق نمایندهش در کنفرانس بغداد بر لزوم خارج کردن شبه نظامیان عراقی از سوریه تاکید کرد. آمریکا بارها همدستی دولت مالکی با رژیم آخوندی در اعزام نیرو و سلاح به سوریه را محکوم کرده است. آخوند سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه به دخالت نیروی تروریستی قدس در سوریه اعتراف کرد و گفت که حضور پاسداران رژیم در فلسطین و غزه تاثیرگذار بوده و در سوریه توانسته است معادله را تغییر دهد. پاسداران رژیم دوشادوش مزدوران اسد روزانه در کشتار مردم سوریه دخالت مستقیم دارند.